از اونجایی که این نرم افزار توست توی او اس برای رایت سی دی و دی وی, دی وی دی استفاده میشه و محبوبیت خیلی زیادی داره بعد یه درس خیلی کوتاه هم در مورد این داشته باشیم وقتی شما دیسک خام رو میذارید اولین چیزی که باید تعیین بکنید اینجا این خود نوع دیسک هست که دی وی دی وی دی, وی دی, وی دی, وی دی وی دابل لیر یا سی دی هستش از اینجا رایتر رو تعیین میکنید اگر چند تا رایتر داشته باشید یا اگر سیستمتون رایتر نداره میخواین یه ایمیج ازش بسازید که بعدا منتقلش بکنید جای دیگه و رایتش بکنید از اینجا میتونید این کار را انجام بدید زمانی که شما یه فولدر رو درگ میکنین توی توست توی قسمت دیتا اینجا اسمش رو این بالا میزنه و اگر خواستید اسمش رو میتونید عوض بکنید و اسمش میشه اسم اون فولدر اگر نخواستید این اتفاق بیفته میتونید یه دیسک اینجا درست بکنید مثلا اسمش بذارم امیر یا بذارم رادان و این فولدر رو من درگ میکنم این زیر دیگه الان به عنوانی فولدر اینجا میاد نه به عنوانی دایرکتوری از این بالا میتونید تعیین بکنین که DVD اف باشه تو مک فقط دیده بشه یا نه تو مک و پی سی دیده بشه که من فکرم 90 و خورده درصد موارد همین گزینه گزینه مناسبی هست مک هند پی سی آدیو خیلی واضحه برای شما آدیو دیسک رایت میکنه و ویدیو برای زمانی که شما میخواین یه دیویدی درست بکنین به طور مثال من اگه مووی رو اینجا درگ بکنم میتونم ازش یه دیویدی درست بکنم حالا اگرم خواستم میتونم این ادیت رو بزنم بیام کوتاهش بکنم یا چپتر براش اضافه بکنم که اینا دیگه خیلی بحث فکر کنم جزئی تریه و توی این خود این درس رو بخواین نمیگنجه اگر کوالیتی رو خواستید شما تعیین بکنید برای این دیویدی شما میاین توی آپشنز از اینجا میزنید بتر بست یا گود حالا حجمشون طبیعتاً تغییر خواهد کرد و از اینجا میتونین براش تعیین بکنید که دیویدی باشه یا های دیفینیشن دیویدی باشه و منوی دیویدیتون چه شکلی باشه اگر خواستید عنوان بعدی که داره کپی شما اگر یه دیویدی رو بذارین توی سیستم و بخواین کپیش بکنین میتونین تو شرایطی که فقط یه رایتر دارید همین کار رو انجام بدید بار اول ازش ایمیج میگیره و موقع که کپیش کرد توی هارد شروع میکنه از اون ایمیج یه دونه دیویدی رایت کردن اگرم خواستین فقط ازش ایمیج بگیری میتونین بیاین اینجا یه دونه سیو از دیسک ایمیج رو اینجا دارید که میتونید اون رو بزنید و در واقع از اون دیویدی که دارید اصلا جدا یه ایمیج بگیرین حالا الزامن هم بعدش بلا فاصله رایتش نکنید این هم یه راه دیگه هستش بعدا اگه خواستین اون ایمیج رو رایت بکنید میتونید اینجا ایمیج فایل رو انتخاب بکنید اون ایمیج رو توی هاردتون انتخاب میکنید و خیلی راحت رایتش میکنید اما این گزینه آخری آخر که کانورت هست خیلی کم ازش من دیدم استفاده بشه ولی خیلی کارایی داره خیلی میتونه کارتون را بندازه به طور مثال اینجا شما میخواین این فیلم رو تبدیل کنید به فرمت های مختلف شما اگر اینجا کانورت رو بزنید ازتون میپرسه برای چی میخوای تبدیلش کنی برای اپل تی وی آیپد آیفون پلی 3 ایکس باکس 360 وی 2 و حالا خیلی از فرمت های دیگه مثل اف و فرمت های خیلی متنوعی که داره ام هر کدوم رو که خواستید اینجا شما انتخاب میکنین به طور مثال من میگم میخوام آمادش بکنم برای اپل تی وی کیفیتش و استانداردش رو اینجا براش تعیین کنید به محض اینکه کانورت رو میزنید شروع میکنه براتون این کار تبدیل رو انجام دادن این هم میتونه براتون خیلی کارایی داشته باشه زمانی که میخواید یه فیلم رو برای کسی ایمیل بکنید یا روی دیوایس خاصی پخشش بکنید زمانی که شما همه تنظیماتتون رو انجام دادین قبل از اینکه این, این دکمه برن رو بزنید که براتون شروع میکنه به رایت کردن دیسک بعد نیست این تنظیمات کوچیک اینجا رو بزنید که بتونید تعیین بکنید با چه سرعتی براتون رایت بکنه چند تا دیویدی از اون بزنم ممکنه بخوایم مثلا 5 تا دیویدی این هم رایت بکنیم میتونیم مثلا اینجا بزنیم 5 که حالا من اینجاشون نمیخوام میزنم یک و اینجا هم میتونید براش تعیین بکنید که اگر هر بار که شما میخواین رایت بکنین این باکس رو نشون شما بده و ازتون بپرسه با چه سرعتی رایت بکنه اگر معمولا با یه سرعت رایت میکنین مثلا دیویدیا رو با هشت رایت میکنین نیاز نیست میتونین یه بار فقط تنظیمش کنین اگر نمیخواین همیشه این تنظیمات رو بهش دسترسی داشته باشین این عنوان رو میزنین همونطور که گفتم و دیگه از این بعد همیشه قبل از اینکه بخواد رایت بکنه از شما میپرسه